سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خیلی خوب باشه. خوش اومدید به ادامه باکتور کامل بازی سایبرپانک از چنل من. خیلی خوب، بدون قدم بریم سراغ ادامه بازی. فقط یادتون نره که چنل رو حتما و حتما ساب بکنید، نظرتون رو تو بخش کامنت ها برام بنویسید و اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو حتما و حتما لایک بکنید. خیلی خوب، توضیح زیادی نمیخوام بدم بچه‌ها، تو پارت های قبل کاملا صحبت کردیم و بریم سراغ ادامه بازی. اگه ناید این پارتای قبل رو پیشنهاد میکنم برید از پلی لیست بازی سایبرپانک قشنگ نگاه بکنید و با من جلو بیاد، چون دارم بچه مرحله به مرحله همه چی براتون توضیح میدم. توی پارت قبل اگه یادتون باشه دیگه گفتم همه چی، و یه بار دیگه هم یادآوری میکنم اینجا که اون دختره رو وقتی ما داشتیم نجات میدادیم، جکمون رو متصل کردیم به سرش و متاسفانه فکر کنم یه سری ویروس، نمیدونم حالا چه جوری، ویروس سایبری مثل اینکه منتقل شد به سر وی و ما الان میخوایم بریم یه دکتری رو ببینیم که حالا فعلا نمیدونم کی هستش و این دکتر میخواد حال ما رو خوب بکنه. با اینونتوریش کلن حال کردم بچه، در مورد آیتم هایی که برداشتیم هم توضیح دادم بهتون، اسلحه رو شما چجوری میتونید عوض بکنید و کلاش هم برداشتم چون اینجوری بیشتر حال میکنم. یعنی فکر کنم توی ایران، حالا نمیدونم توی واکتروی خارجی که ندیدم اینقدر شخصیت خوبی بسازن، توی ایران فکر کنم بهترین شخصیتی که توی این بازی ساخته شده رو ما داریم الان. خدای خیلی باش حال میکنم، یعنی تو دیمن سوز هم بهترین شخصیت ما ساختیم، تو سایبرپانک هم یعنی کلن شخصیت سازی دست ماست. دمامون گرم دیگه، حمایت دست شما دیگه. و توی بخش جورنال بچه یه ماموریت الان من رفتم، این ماموریت دگان هستش که شما باید این گان رو بیاد دریافت بکنید از این فروشندهی که بذار ببینم کجاست، فکر کنم اینجاست، بله اینجا دقیقا. شما میاد اینجا، میاد باهاش صحبت میکنید و یه گان رایگان برای شما داره که این گان رایگان همینه، اسمش داین نایت. که اگه مقایسه بکنید با همین کلتی که شما دارید، میبینید که الان نگاه کنید تفاوت ها رو. کلت شما دمیجش 60، دی پی اس 60، البته دمیجش فرق میکنه، دمیجش اون پایینی است، دی پی اسش 60، دی پی اس این است 65، دمیج 15 19 10 12، که دمیجش یه کمی کمتره ولی خب یه سری چیزاش بالاتره، فیزیکال دمیج، هد شات دمیج، چه دمیجش بیشتره و خلاصه یه سری فرقا داره که خودتون میبینید دیگه، یه کمی بهتره. اینو شما اینجا برمیدارید و حالا ببینید بالا هم برای شما نوشته کامن آن کامن، این اصله آن کامن، اون اصله کامنه، خودشون حالا دستبندی میکنن دیگه. و این از این. و این فروشنده برای شما یه سری آیتم های دیگه داره، ببینید مثلا اسنایپ داره که 3614، حالا واید پولشون دقیقا نمیدونم اسمش چیه. و این بچه ها شاتگانی هم که ما داریم، نگاه کنید اون شاتگان سمت چپی است، اینا اسلحه یا چارجی هستن، این اسنایپ هم فکر کنم چارجیه، بله. وقتی شما چارج میکنی و آزادش میکنی یه پاورفول شات میزنه که قوی هستش، دقیقاً همون سیستم ویچر هم برای توضیحات اسلحه گذاشتن که می‌بینید مثلا 63 تا 77 اونجا هم توی شمشیرها به همین شکل بود، برای شما مثلا کمیکال دمیج و اینا رو همه رو براتون توضیح میداد. و یه سری آیتم دیگه هم اینجا دارم، مثلا نایف اینا فکر کنم مربوط به آیتم‌های هیلینگ میشه که ببینید خیلی سریع 15% هلس شما رو برمیگردونه و بعد از اون به مدت 30 ثانیه 3% هلس شما رو برمیگردونه. اینجا نارنجک دارید شما که این مربوط چیه، دیوریشنش 4 ثانیه است و چی آتیشه بکنم، این مربوط آتیش میشه. و این یکی هم که تا 4 متر یه بازه مکانی رو تا 4 متر فکر کنم در اختیار شما قرار میده که بهتر کنید، هر چی انمی اون تو هست خلاصه برن آسمون دیگه. این از این. و این قطعاتی که اینجا میبینید تو بچه ها، فعلا من نمیدونم چه استفاده میشه ازشون کرد و اولین بار دارم میبینم که بچه ها ببینید مثلا این الان در مورد این آیتم، شما وقتی هیت میکنی یه تارگت و یه ضربه میزنی به تارگتت، دمیجی که از اون تارگت از اون دشمنت دریافت میکنه بعد از اون به مدت 10 ثانیه 20% کاهش پیدا میکنه. یعنی یه ضربه میزنی، دمیجی که اون دشمنت به تو میزنه تا 10 ثانیه کمتر میشه. خیلی چیزای جالبی داره که اصلا سیستماشون چیزایی هستش که تا حالا تو بازی ها ندیدید، ولی حیف که حالا خیلی باگ داره، امیدوارم این باگاش سریعتر رفع بشه چون واقعا دیگه رو مخه. و این از این. این در مورد این فروشنده میاد اینجا و اینجا این ماموریت شما انجام میشه و یه رینگ هم اینجا داریم، این رینگ است که میاد اینجا اتک میزنید، خیلی ساده است و میرید با ایشون صحبت میکنید که دقیقا بچه ها مثل تمام چیزاش، یعنی ویچره، یعنی ویچر رو اومدن به دنیای مدرن وارد کردن دیگه. ویچر هم شما برای شما چیز داشت، یه سری تورنمنت چیز داشت، درگیری خیابونی نمیدونم درگیری داشت که شما میرفتید بدون اسلحه یادتونه ضربه میزدید، خلاصه مسابقه بود و هر مرحله سخت‌تر میشد. اینجا با این شخص شما صحبت میکنید و به شما میگه که توی شهر، توی شهر شما یه سری افراد رو میتونید پیدا بکنید و باهاشون درگیر بشید و هرچی میرید بالاتر خلاصه به اون فینال نزدیکتر میشید و خلاصه اسم و نامتون هم توی شهر پرآوازه‌تر میشه. این در این مورد. در مورد بچه‌ها مکانش بگم که
یه نمه خشکه، یه نمه غیر واقعی. یعنی شما حس واقعی بودن رو توی این محیط را اصلا حس نمی کنید. یعنی انسانهایی که اینجا هستن کارهای تکراری انجام میدن. خیلی هاشون مثلا یکی اینجا بود، من نیم ساعت اینجا وایستادم ببینم چی کار میکنه. این یک سره داشت اینجا بار فیکس میزد به مدت نیم ساعت، 45 دقیقه یک سره و اینا هاش. مثلا بعد یه مدت خیلی طولانی الان از اینجا پاشد اومد اینور و میگم حالا نمیدونم، امیدوارم در آینده اینا رفع بشه. توضیح دیگه نمیمونه، بریم پیش جکی ویلز که قرار ما رو ببره پیش اون دکتره. و بهتون گفتم ما جکمون رو متصل کردیم به سر اون دختره. دختره فکر کنم شخص مهمیه که در ادامه 100% خواهیم دیدش، یه ربطی به داستان داره و یه کارای برای ما 100% خواهد کرد. اونایی که دیگه ویچر رو بازی کردن میدونن اصلا پیش بینی میتونید بکنید تو این بازی قرار چه اتفاقاتی بیفته. اون جکی رو ما واسه کردیم به سرش و خلاصه یه سری فکر کنم بیماری سایبری و ویروسی همچین چیزایی اومده تو سر ما. بریم پیش این دکتره و بریم پایین جکی ویلز رو ما ببینیم که داره چیکار میکنه. یکم هم بچه واقعا سخته روی پلیستشن بازی کردن، مخصوصا گامپلیش. نمیدونم اصلا کلن روی پلیستشن خیلی سخته، نمیدونم حالا چرا اینجوریه، اینقدر با بازی دیگه متفاوت فرق میکنه. مثلا من داین لایت رو روی پلیستشن بازی میکردم یادم اصلا اینجوری نبود، خیلی راحت بودم. ولی مثلا اینم یه جورای شبیه همونه، منو یاد اون داین لایت میندازه. ولی نمیدونم دستم نمیاد اصلا رو بازی، نمیدونم حالا دلیلش چیه. خب اومدیم پایین، چه خبره این پایین؟ بریم پیش جناب جکی ویلز ببینیم کجاست. خب شما چی دارین اینجا؟ خیلی خوب، یه توضیحاتی داره در مورد NCPD میده که بچه ها NCPD یعنی همون پلیس شهر. پلیس شهر به شما پول میده تا به اونها توی کرایم ها، توی جرم و جنت های شهر کمک بکنید. دقیقا همون چیزه، سمت چپیه بالاییه اونه. پایینیش داره در مورد فیکسرها به شما توضیح میده. فیکسرها همون کسایی هستن که بچه ها فکر کنم چیزهای آپگریدی و همچین چیزهایی برای شما چیز میکنن. آره لوکال گیگز رو به شما چیز میکنن، به شما خبر میدن. و اون سمت هم گیگز ها هستن که فیکسر ها وقتی شما نزدیک یه گیگز میشید، مکان گیگز میشید، به شما خبر میدن که آقا مثلا یه همچی چیزی اونجا هست. در مورد ماموریت های فرعی و خلاصه پیدا کردن آیتم و یه همچی چیزهایی. این چیه اینجا؟ این دستگاه چیه؟ میتونی بفروشیم آیتم همونو؟ نه بابا بی خیال، ایول این لباس همونو چقدر میخری؟ 5 تا. پس یه جا و مکان داره مخصوص فقط فروختن. اوکی خب جکی ویلز اینجاست، جناب جکی. حالا اگه چیز شد شاید تو پارتای بعد بچه ما این چیزشو پوشش لختیشو چیز کردیم، غیر فعال کردیم، ببینیم بازی چقدر فرق میکنه. حالا خوشگل کجا داری میریم؟ دهنش اصلا چیز نمیکنه، حرکت نمیکنه وقتی صحبت میکنه. ای خیلی خب، بیا میشه جکی. میگه که در مورد یه سورپرایزی دیروز به من صحبت کردی. من دارم درست داری یادم میاد یا اینکه میگه شاید هر دوتاشون، چون معمولا تو همه چیز فراموش میکنی. ای ون خیلی خوب، مثل اینکه یه برنامه یه کاری واسه هر دوتون پیدا کرده. Just that he's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. و توسط شخصی به نام دکستر دشان فکر کنم چیزی. بهترین فیکسر، فیکسرها بچه ها کسایی هستن که دیگه کله گندن و خلاصه دیگه کارشون گنده است. و نمیدونم فیکسر چیز میشه، اون اشخاصی میشه که چیز میکنن شما رو آپگرید میکنن، یه سری چیزا اضافه میکنن. فیکسر همچین چیزی، نمیدونم مربوط به چی حالا دقیقا معنی فیکسر رو نمیدونم، ولی شاید هم این اشخاص کله گنده است اسمشون. یارو هم مثل که سیاپوسته. 300 پوند طلا هم مثل اینکه کلن سر بدنش رو فرا گرفته. خیلی خوب بهش بگیم که این کاری که برای ما داره چی هستش. در مورد دکس به من بیشتر بگو، توضیح بده در مورد دکس. یا اینکه ببینم چجوری چیزش کردی، چجوری اوکیش کردی. آره اول در مورد دکس به ما بگو. Word on the street was took a little vacay.
میگه که بچه‌ها چیزه مثل این که دو سال و نیم همچین چیزایی همچین مدتی نبوده، کلا جیم شده بوده رفته بوده و نمیدونم کجا بوده، حالا زندان بوده، نمیدونم چه بلایی سرش آوردن، ولی حالا میگه که چیز توی خیابونا و حالا مردم عادی میگفتن که رفته تعطیلات. دو سال. آره اون میگه چیز بوده، یه موردی بوده، تعطیلات نبوده. خیلی خوب، مثل اینکه یه سری آدم نیاز داشته و ما رو پیدا کرده دیگه. خلاصه میگه چون چجوری حالا چیزش کرده، چون ما افرادی نیستیم که دکس بخواد. آره میگه تو من نه اما تی باگ. Ain't nobody who can resist this. Am I right? Sure, Jack. Whatever you say. So what's the gig? We meant to come out in one piece? Our Lord and Savior wants to tell you everything himself, face to face. میگه که جناب، این جناب آقای همین چیز دکستر دشان چی بود اسمش؟ دقیقا اسمش اینقدر مزخرف یادم رفت. میخواد فیس تو فیس رو در رو با تو صحبت بکنه در مورد این مسئله و همه چی توضیح بده بهت. اوه مثل این که کل مسئله اصلی هم روی ماه. چرا ما؟ خب میگه چرا من الان باید برم باهاش صحبت کنم؟ تو تی‌باگ خلاصه همه چی اوکی کردین دیگه. خب میگه منو تی‌باگ خلاصه میشناسه، فیس منم دیروز دیده و خلاصه اوکی بوده همه چی و میخواد حالا تو رو ببینه، با تو صحبت کنه. Look, v, it's his job, his rules. ببین وی، اون کار اونه، قوانین اونه. میگه به من اعتماد کن دیگه خلاصه. بکن دیگه، گزینه دیگه ندارم. نمیدونم خیلی پیچیده است این فیکسر رو، نمیدونم چیزا. خب الان دکس خودش یه فیکسره، نمیدونم. آها سب کن ببینم، نمیدونم معنی واقعی فیکسر چی هستن. فیکسر یعنی کسی که خب فیکس میکنه، نمیدونم درست کننده یا همچین چیزی. نمیدونم واقعا معنی فیکسر چی. من فیکسر رو فکر میکردم بچه اون اشخاصی که آپگرید میکنن شما رو، یه سری چیزها اضافه میکنن بهشون میگن فیکسر، ولی الان میگه مثلا دکس هم مثل که همین فیکسره. فیکسرها بس همین افراد کله گنده شهرن. الان اسم سه نفر هم اینجا آورد فکر کنم. ببین اونا اسم پدرا و واکاکو یه همچی چیزایی، ولی میگه که آره نمیدونم دکس کارش خیلی درسته و خلاصه توی بخش خودش دیگه کار درسته. All you are is another name in their little black book. Nifty tool getting them a fat slice of whatever half-baked shit pie. آره دیگه میگه خلاصه کارشونو میکنن و در آخر هم جنازت میره یه جای دیگه. Sure, you crack jokes over drinks, but in the end, it's biz. یه میشینی باهاشون حالا یه درینکی میزنی، یه غذایی میخوری و اما در آخر چی میشه؟ قضیه مربوط به همون بیزینسشون میشه. خب مثل اینکه بالاخره سیر شد. مثل چه گرافیکی داره واقعا، ای بد. مثل اینکه ماشینه برای ما گرفته و میگه که داده دیروز بچه ها برای اون چیزش کردن، کارباش رو خلاصه درستش کردن دیگه، ترتمیزش کردن. این هم سویچشه، چیه کارتشه. خیلی خب میگه ویکیلز کالینگ، این دقیقا همون چیز هورس کالینگ ویچره دیگه. شما یه دکمه رو بزنی مثلا اسب طلا میخواد بیاد، الان ماشینت میاد. الان در مورد ماشینه داره توضیح میده. بریم ببینیم ماشینه چجوریه. بریم ببینیم چه شکلیه این ماشینش. ایول ایول، چیز سکسیه. برستاب
خیلی خوب، این اولین بار سوار ماشین شدیم. اون بغل چی نوشته؟ رادیو. اوه ای وای، شما موزیکا رو میتونید عوض کنید. یس، همین خوبه. بعد سویچ کامرا داره. What the fuck؟ بابا نمیخواستم بزنمش، عجب آدمیه، خودش اومد سمت من. چقدر سخت رانندگیش، اصلا بقیه بازی ها فرق میکنه. خیلی خوب، بکنم دکتر اینجاست. اینا کی هنیده، چه خبره؟ اینا مردن؟ بی خیال. اینجا درش کجاست؟ خب اینا چجوری رفتن اون تو؟ چرا همه چی تو این بازی غیر منطقیه؟ چجوری شما رفتین اون تو؟ این از کجا اومد؟ What the fuck؟ این فکر کنم افتاد پایین از یه جایی، خدای من. اصلا بازی ترسناکه. نگاه کن، یکی غیب میشه، یکی میاد. سلام وی. خب دکتر وکتر الان میخواد ما رو ببینه. من اینجا میشینم و منو کی، اسم دختره چی بود؟ چقدر تاریک شد اینجا. کیا میخوان لاست بزنن دیگه. خیلی خوب، حالا چی میگه؟ ریپر داک. اینا کسایی هستن که بچه‌ها یه سری اینستالیشن انجام میشن، انجام میدن، اینستالیشن های خطرناک. چرا؟ چون میگه که اینجا سب کن ببینم. اینا کسایی هستن که بچه‌ها یه سری چیز میدن، یه سری چیزها نصب میکنن روی بادی شما، روی بدن شما، که فقط و فقط توسط کسانی انجام میشه که اسپشیالیستن، یعنی کسایی که کارشون مخصوصه، یعنی کسایی که دوره دیدن، نمیدونم این کارن دیگه، خلاصه همچی چیزی. و چند تا از این ریپر داکس ها توی نایت سیتی هستش که هر کدومشون یه سری آپگرید های مختلف سایبری برای شما انجام میدن که شما میتونید انتخابشون بکنید از توی لیستشون و از ابیلیتی های مختلف، قابلیت های مختلفتون استفاده بکنید، لذت ببرید. چیز باحالیه. خوشحالم که میبینمت. منم همینطور، خیلی وقتی که ندیدمت. چیکار میتونم برات بکنم امروز؟ این گیگ هم نمیدونم چیه، مربوط به لاست گیگ فکر کنم، گیگ فکر کنم میشه ماموریت قبلی. گیگ پس همون چیزه. میگه آره توی حالا سه ماموریت قبلی فکر کنم یه مشکلاتی برام پیش اومده، یه سردرد و فکر کنم نمیدونم چیز داری، یه همچی چیزایی. آره همشونو دارم. یه خیلی سریع کارتو درست میکنم، حالتو خوب میکنم. در مورد دکستر دشان شنیدی؟ یه فیکسر، یه کار جدید به من داده، اسمش هم دکستر دشانه. آره میشناسمش، جورایی. به خلاصه مراقبش باش. میدونستم، میگه مراقبش باش. ببینید دکستر دشان همون شخصیت که ما توی چیز دیدیم، توی تریلر دیدیم. اما بچه چیزی که من میدونم اینه که نباید به تریلرها اعتماد کرد. یعنی چی؟ مثل دلستاباز پارت 2 که زمان مثلا گیمپلی و تریلرهاش میومد، اون چیزی که ما تصور میکردیم از بازی نبود. و توی اون گیمپلی ها چیزایی که ما دیدیم، گیمپلی که نبود، تریلری که دیدیم، دکتر دشان به ما خیانت میکنه و توی اون میریم اون اتاقه درگیر میشن اینا با هم. حالا نمیخوام اسپویل بکنم، میرسیم به اونجا، ولی نمیدونم قضیهش چیه. و میدونستم این الان اینجا میگه که چیز کن، مراقب باش و خلاصه حواست باشه بهش. نمیدونم قضیهش چیه، ولی قضیه بوداره. من حس خوبی نسبت به این دکستر ندارم. آره میگه اونجوری که نشون میده نیستش. یه اصلا بازی نمیخوام، تویز نمیخوام. Now, finally, Vic, shit's getting real. Got a job from Dex to Sean, hitting the major leagues.
آره میگه یه کار جدی میخوایم، یه کار جدی داریم و خلاصه قضیه جدی، ماموریت داریم و The Dexter Deshaun. Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. The Dexter Deshaun. اوکی، وی بزن حدس بزنم. هنوز بهت پول نداده نه؟ خب این چیه؟ آها، زمانی که شما پول رو صبر کن ببینم. او ما بهش بدهکاریم. صبر کن ببینم. آها، پول رو به تو پرداخت میکنم موقعی که این ماموریت انجام شد. 21,000 تا، بی خیال، من الان از کجا بیارم؟ فکر کنم بچه ها میتونستیم بریم انجامش بدیم. اگه ماموریت فرعی برین، نمیدونم، البته 21,000 خیلیه، مثلا باید 4-5 ساعت بازی کنید، ولی میتونیم مثلا پولشو بیان اینجا بدین. ولی من نمیدونستم که همچین چیزی اتفاق میفته. ولی خب بهش بگیم که آقا موقعی که ماموریت انجام دادیم میایم پولو بهت میدیم. میدونی که انجامش میدم، پولو برات پس میارم. آخرین باره، میشنوی؟ اوه پسر این چیه؟ chair please. Sit down and relax. بشین و ریلکس کن، آروم باش. شبیه اتاق جراحی عمله، یه همچه چیزیه دقیقا فکر کنم دیگه. Kuroshi Optics. Best I've got and should be about right under the circumstances. اوه چیه؟ یه چشمه؟ چی هستش این؟ کروشی یا همچه چیزی گفت اسمش. Now jack in. حالا باید جکیم بکنیم دوباره. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. اینا چی هستن؟ سایبر بیر. اوه شما میتونید چیز کنید فکر کنم. سب کن ببینم. ریپلیسمنت بکنید. پارت ها، قسمت های مختلف بدنتون رو. اونها میتونن به شما یه سری ابیلیتی ها، یه سری قابلیت های مختلف بدن، یه سری ایمپروو بکنن توی کامبت ها، یه سری چیزهای مثبت، نکات مثبت داره که میتونه به شما چیز بکنه، کمک بکنه توی کامبت ها، یه همچین چیزی. آره میگه به حالا این اینستالیشن ها هنوز هم خطرناکن و خلاصه دیوانواره، یه چیز غیر عادی هنوز، مثلا توی سال 2077 دیگه و داره خطرناکه و فقط اسپشیالیست ها، کسایی که مخصوص این کارن، قابل اعتماد هستن برای این اینستال حساب. ببین گیمر باشی، اگه گیمر باشی الان از همین متن میخونی که قراره توی 10 ساعت بعد، 30 ساعت بعد تو بازی چه اتفاقاتی بیفته. حالا من ببین، شماهایی که دارین الان واکتور رو نگاه میکنین، یه دونه چیز میکنیم اینجا، حرف منو اینجا داشته باشین. این الان میگه که آقا فقط اسپشیالیست ها، من به قرآن بچو اصلا نگاه نکردم جلوتر بازیو، دارم قسم میخورم دیگه، اینو اینجا از من داشته باشین. میگه فقط کسایی که مخصوص این کارن این کار انجام میدن. حالا نگاه کنید جلوتر انقدر برای شما آدم میاره، کسایی که میام مثلا به شما میگن بذار مثلا این قطعه رو نصب کنم رو بدنت، یا مثلا کسایی پیدا میکنید که این کار نیستن و شما این چیزو دارید که ریسک بکنید اون قطعه رو بدنتون نصب کنید، اون ابیلیتی رو بگیرید، یا اینکه مثلا بترسید و بگید نه مثلا این ممکنه که بدنمو داغون بکنه و واقعا مثلا یهو ببینی که یه جایی مثلا بدنت چیز شد، ایراد پیدا کرد و مجبوری مثلا بری فلان قدر دوباره پرداخت کنی و تا اون ایب و ایراد از بین بره. حالا این حدس منه، اگه بازی اینقدر چیز باشه دیگه واقعا خداست این بازی، از لحاظ پیچیده بودن و داشتن جزئیات با باگاش کاری ندارم، داستانش که فعلا خوب پیش اومده، گامپلیش ضعیف بوده، اما این خیلی برای من مهمه. ببین این جمله آخرش خیلی مهمه، جملات رو توی بازی باید دقت کنید. توی داین لایت بهتون گفتم محیط خونی، اینجا باید ریز به ریز جملات رو ببینید که چی داره بهتون نشون میده. داره میگه آقا فقط کسایی که اسپشیالیست هستن قابل اعتمادن برای نصب این چیزها به صورت سیفتی، قابل امن. حالا جلوتر داشته باشی 100% من میگم میبینیم، حالا 99%، 1% هم احتمال داره که نشه دیگه. خیلی خب، اینجا شما میتونی اینستال بکنید. آره جلوتر فکر کنم کسایی هستن که اسپشیالیست نیستن، نمیدونم. حالا الان یه آیتم اینجا داریم، این چشمه رو ما باید بس کنیم. چیکار میکنه؟ ویژنتون رو بهتر میکنه و مال اسلات. خب این الان بس شد. یه دونه اینجا داریم روی دستمونه، روی دست چی اضافه میکنه؟ این چیکار میکنه حالا؟ ریل تایم دیتا تریکینگ و شانس این که شما بتونید چیکار بکنید، ریکاچت بکنید شاتاتونو with power weapons،
نمیدونم منظورش چیه. حالا این وصلش بکن دیگه. زبان این بازی یعنی خداست تو اسکلتمون بازم چیزی داریم؟ اینا همه رایگانه؟ پولمون کم نشه یهو بخریم. نه برش کن. خب اینا چیزایی بود که الان باید وصل میکردیم. او سب کن ببینم اینجا هم داریم فکر کنم چیزی 15,000 25,000. وا پسر چیکار میکنه حالا این؟ اصلا مربوط به چیه اینا؟ فکر کنم بیس رمشه یه همچی چیزی، قطعه اصلیشه که اینقدر. فکر کنم سایبر دک. استریت کرید چیزا 11 شما نیاز دارید برای این. هر کدومش هم میبینید اون پایین یه سری چیزای مختلف دارن. نمیدونم در مورد اینا باید خیلی تحقیق بکنم. خیلی بازش پیچیده است بچه ها. و خیلی خب ما فعلا این دوتا رو بس کردیم. ببین مثلا اینجا شما سیستم عصبی دارید، نمیدونم چیز پوست دارید، پا، نمیدونم بازو، دست، اسکلت، مغز، سر. نگاه کن بخشای مختلف فقط مغز و سر رو داره. Mark 1, like I said, decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. نه دقیقا اینجا هم به شما تو نشون میده. Any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Oh, well done. Excellent. Let's do this. Lay that major league arm of yours right here. خیلی خوب دستمون رو بذاریم. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? چیزی احساس میکنیم؟ Play by play though. Really, doc? Makes it sound like a dentist. Always going on and on. Don't be mean. من فکر می‌کنم که چیزی دندوپزشکی. I'm old. I got a shaky hand. شاید اونه. Could slip. داره جدا میکنن دست ما رو. Lights out for a minute, all right. اوه چشممونم الان. واه. الان چشممون عوض میکنه. چی شد؟ ما جایی نمیبینیم. راستی گفت داره. گفت چرا آقای لسه خاموش میشه. این داره دست ما رو چیز میکنه. Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. واه پسر یه لحظه اصلا کور میشی ببین چی میشه. موقعی که نمیبینی واقعا یه لحظه حس کردم. Blurred vision, low contrast, glitches. گفت ممکنه که حالا این اوایل یه سری ایرادات داشته باشه، به مرور زمان اوکی میکشه دیگه 100%. حالا همه چی خوبه؟ یکم تار میبینم. آها الان خوب شد. وا پسر نگاه کن قشنگ داره خودش چیز میکنه، نصب میکنه، کات میکنه. This is fantastic, Vic. Oh, beautiful. خیلی خوب. Scanning people with your optical cyber can provide you with a lot of useful information, such as how strong an enemy might be, who is in their crew, or what type of weapon they use. خیلی خوب. این اسکن کردن بچه ها به شما چیز میکنه، پروواید میکنه برای شما، مهیا میکنه خیلی اطلاعات مورد نیاز شما رو. مثل اینکه انمی شما چقدر قویه، چطوری میتونه باشه، تو عضو کدوم گروه هستش و اون نوع اسلحه که استفاده میکنن چی هستش. و وقتی که حالا اسکید با مهارت بشین، به عنوان یه نترانر با مهارت بشی، یعنی تجربتون بره بالاتر، فکر کنم یه لیست از کویک هکس شما میتونید داشته باشید در مقابل انمیتون که یه سری چیزها رو بشن به شما نشون بده که مثلا این حرکت رو بزنید. ببینید الان مثلا این مقاومت در مورد آتیشش 60%، 50%. اون بغلم نوشته بست ریپر داک این واتسون نایت سیتی ویترن اولد فرند تو جکی ویلز، دوست جکی ویلز و بهترین ریپر داک توی واتسون نایت سیتی هستش. You know exactly what they ne'er did well.
Database of wanted persons. نمیدونم چی منظورشون چی بود. نمیدونم دیتابیس چی. خب اینو الان متصل که به دستمون. من فکر کردم کات میکنه یه چیز دیگه متصل میکنه. ویروسه چی شده داره؟ میتونی چکش بکنیم؟ یه تمام شده رفت. ببین از میگم دیگه گیمر باشی قشنگ حس میکنی یه جای کار میلنگه. الان میگه که خیلی خب رفته. من حس میکنم این در آینده این ویروسه دوباره مثلا یه سری چیز یه سری علائم تو بدن ما خواهد داشت مثلا. نمیدونم چون حس میکنم اون اتفاقاتی ریزی که تو بازی ابتدا میفته همینجوری گم و گور نمیشن، یعنی ربط داره به آینده بازی. حالا نمیدونم، شاید در آینده این ویروسه دوباره یه سری علائم نشون بده. نمیدونم، شاید هم واقعا رفته باشه، تمام شده باشه. خیلی خب تمام شد دیگه، صحبتاتو بزن ما بریم. اینم ماسکیه، میگم ماسک. اینم یه سری اسپریه که شما باید بزنید فکر کنم بعد این عملی که انجام میدید اینجا. دیگه کانورسیشنش زیاد مهم نیست اینجا. چی داریم الان اینجا؟ مدکیته؟ بدین اینجا ببینم. یادت نره که از کجا اومدی. چشم، تو هم یادت نره. نکن ببینم اینجا چی هست. ایول، یه آیتم جدید گرفتیم، یه ماسکه. ایول، زمان کرونا هم هست. دقیقاً سیستم ویچر، شما هر خراب شده میرفتید خونه هر کسی که میرفتید پر آیتم بود اونجا. این چیه؟ میشه هکش کرد کامپیوترشو بکنیم؟ دیسترک نمی ها، چی کار میخوام اینجا مگه نمی هست؟ کی میبره؟ هرناندز. بله خب ما کاری نداریم کی میبره، دیگه آیتمی هیچی نداری؟ تمام. چی کار داره میکنه باش؟ I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with. کارش داشتی میکردی؟ He's waiting in his ride. اوه میگه که Dex چیزه، میخواد با صحبت کنه مثل اینکه اینجا اومده اینجا. Next to Gramsci Burgers. Okay. Gramsci Burgers. اونجا پارک کرده و ما باید بریم ببینیمش. فکر کنم داشت نمیدونم انرژی بهش میداد. نگاه کنی وسایل بودایی و نمیدونم جادویی و ادیانی همچی چیزی، نگاه کن ایناش. کنم داشت آره انرژی منرژی داشت بهش میداد اینجا. How's it going? How's biz, Misty? Booming. You're the first person to walk in here for 2 days. Regina Jones دوباره داره زنگ میزنه. I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. میگه که چیز اتک ها، حمله های سایبری فکر کنم روانی بکنم همچی چیزیه، در مورد این چیزا داره صحبت میکنه، توی شهر داره خیلی زیاد میشه. شاید برای تو مهم نباشه ولی خب برای من فکر کنم مهمه. کسایی که فکر کنم یه سری اختلالات ویروسی و نمیدونم مشکل سایبری توی سرشون همچی چیزایی دارن. و میگه یه سری گفتن که بچه ها فکر کنم اینا رو میشه رفع کرد از یه طریقی، و میگه که بهتره که حالا یه شایعه بود، شایعه رو دقت نکردم چی گفت، و میگه بهتره که حالا ما احتمالات رو در نظر بگیریم جای این که بریم یه گوله خالی بکنیم توی کله این آدمای روانی. او مکس تک میگه که اگه بتونی قبل از مثلا مکس تک اون صحنه بری و مثلا یه چند تا نمونه بکنم براش باید ببریم، همچین توضیح داره میده، ببریم خیلی خوب میشه، میتونه آره کار رو فکرم بکنه. باید سعی بکنی که چیزشون بکنی، چجوری میشه گفت، یه حالتی که طرف رو بگیریش، بگیری ببری پیش اون، نمیدونم حالا معنیش قشنگ چجوری میشه به فارسی بگم.
به این صورت شما نباید طرف رو بکشین، باید نمونه بگیریم براش ببریمش. اینا چند تا راه هست برای اینکه شما بتونی انمی رو بدون کیلینگ چیزشو دخلشون رو بیارید. ضربه بزنی با اسلحه سرد، از پشت بگیریشون. خب دیگه چی هست؟ این آیتم مثلا دراپ بکنی که احتمالا از هوش میره فکر کنم. ایناش نباید بکشیمشون. چند تا پلیس اینجا هست که آه فکر کنم جابو اینجا برای ما نوشته. ایناش توی جورنال بریم. کدومشون بود؟ نگاه دقیقا سیستم بابا یکم اینو حداقل متفاوت بکنید بر اساس نگاه کن. مثلا وری های سختیش، مودریت های، وری های، همون ویچره دیگه. خدایا کدومش بود اینی که الان چیز به ما داد؟ سایبر سایکو. چرا یکی از اونا رو زنده میخواد؟ چون میخواد حالا یه سری تحقیقاتشون بکنه و حالا شایعه بوده که میشه اینا رو از یه طریقی فکر کنم رفع کرد، این مشکل رو برطرف کرد و فکر کنم این رجینا، رجینا بود دیگه اسمش، رجینا، آره، میخواد ببینم ماموریتش چجوریه، کجا شهر باید ببره ما رو. حالا فکر کنم همینجوری به شما مکان نمیده، شما باید کل شهر رو فکر کنم باید برید بگردید، هر جایی که از اینا مثلا پیدا کردید یه جوری اینا رو تک داون بکنید بدون اینکه اینا رو بکشید. ماموریت سختی به نظر میاد. بله دنجرش وری های. خیلی خب بچه اینم از این پارت، خیلی حرف زدیم، توضیح دادیم و من احتمال این احتمال داره که این احتمال هستش که بچه من خودم بشینم الان بازی بکنم و یه لیست آماده کردم بچه از ماموریت های فرعیش که خیلی برای شما خسته کننده است. یعنی فکر کنم تمام اینا رو اصلیش هم یه دونش دگیگه، اینو باید خودم مثلا برم و کلی ماموریت فرعی دیگه توی شهر میخوام برم که بچه‌ها میخوام کاراکترمون رو به یه حالت استانداردی برسونم، مثلا اسلحه خفن، اسکیلا، بعد از اون یکم هم که پول درآوردیم بعد اون بیایم استارت بزنیم، چون اینا رو نمیخوام برای شما بذارم، چون اگه بخوام همه رو بذارم پارتای بازی مثلا میرسه به 100 تا، شاید هم بیشتر، 150 تا 200 تا و واقعا خب ویو نمیگیره، کسی نگاه نمیکنه که من مثلا بیام بگم بچه‌ها امروز میخوام این ماموریت فرعی اینجا بریم، مثلا میخوام یه دونه اسلحه پیدا بکنیم، میدونم که نگاه نمیکنید، به خاطر همین خودم میشینم بازی میکنم مراحل فرعیشو و اصلی‌ها با شماست و یه سری از فرعی‌هایی که مربوط میشه به اصلی‌ها هم با شما خواهیم رفت. فقط این اصل مسئله رو خودم پیدا میکنم و هر کجا که اطلاعات مهمی رو بتونم مثلا چیز بکنم برای شما توی پارت‌های بعدی میام توضیح میدم که آقا مثلا این اصل‌ها رو از اینجا برداشتم، این ماموریت فرعی اینو به شما میده، این پولو به شما میده. راهنماییش هستش، کامل هستش، نگران هیچی نباشید، در خدمتتون هستیم. اینم از این پارت، امیدوارم که لذت برده باشید، هر جا که هستی روز و شب خوبی داشته باشید. چقدر صحبت کردیم، گلو درد گرفتیم واسه دیگه. حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و دمتون گرم دیگه، حمایت با شماست، کارم از ما. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، هر جا هستی روز و شب خوبی داشته باشید. فکر کنم دومین بار دارم اینو میگم و تا پارتای بعد و ویدیوهای دیگه خیلی زود میبینمتون. فعلا گود بای، سی یو.